دنیای زیر آب همیشه برای ما جذاب و شگفت‌انگیزه. ما غواصا سعی می‌کنیم بهترین تصویرهایی که از این دنیا می‌گیریم رو جدا کنیم و به شما نشون بدیم تا شما رو تو دیدن این زیبایی‌ها با خودمون سهیم کنیم. یکی از خاطرات من در غواصی برمیگرده به خاطره در غواصی سایت زیبای الدرادو عبدالرحمن. سایت الدرادو یه سایت زیبای مصنوعی هست که از بتون ساخته شده و مجسمه‌ها و تندیس‌های بتونی و به مرور تبدیل شده به یه زیستگاه خیلی غنی از انواع آبزیان. خاطره که میخوام براتون بگم مربوط به رفتار یکی از گونه های جالب خلیج فارس به نام هامور یا گروپر است. لازمه توضیح بدم که هامورها و گروپرها فقط در خلیج فارس وجود ندارن. گونه های مختلفی از این ماهی ها رو میشه در نقاط مختلف دنیا دید. دو نمونه شون که در خلیج فارس زیاد دیده میشه رو در اینجا در تصویر براتون نمایش دادم. اما برگردیم به خاطره جالب خودمون. اگر در تصویر دقت کنید اون گوشه تصویر هاموری هست که در واقع خیلی بی حرکت وایساده و بقیه ماهی ها که شامل پروانه ماهی ها و آنجلا هستن دارن از یه صدف باز شده تغذیه میکنن. هر کدوم سعی میکنن تیکه ای از این گوشه صدف رو بکنن و در واقع ازش تغذیه کنن، ولی هامور میبینه فعالیت زیادی از خودش نشون نمیده. اما یه دفعه این هامور حرکت میکنه، از در واقع کنار ماهی ها میاد و در یک فرصت مناسب تیکه ای از صدف رو که برای یه لحظه جدا شده رو میبره. مجدد ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. اون هامور اونجا خیلی آسه حرکت میکنه، میاد در یه فرصت خیلی مناسب تکیه از صدف جدا شده رو میبره. شاید این رفتار متفاوت هامور نسبت به بقیه ماهیایی که تو این صحنه هستن مربوط به ذاتش و خوی شکارچی بودنش بشه. اگر شما غواصی زیادی تو خلیج فارس انجام بدید صحنه‌های خیلی جالبی رو میبینید که هر کدوم اینا برمیگرده به ویژگی‌های مختلف ماهیا و البته رفتارشون. امیدوارم ما فرصت اینو داشته باشیم که غواصی بیشتری تو نقاط مختلف خلیج فارس انجام بدیم و پرده از رازهای زیبای این قسمت کشور عزیزم ایران برداریم. محمد رضا نادری هستم، تشکر میکنم از اینکه این ویدیو رو دیدید. تا صحنه‌های بعدی زیبا از خلیج فارس شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.